Vale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ اللهم صل على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. برادران وهمشيراي محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز 14 ایماست که 14 ماه فبروری 2021 است. الله سبحانه و تعالی ای وقت نیک و مبارک بساده، از تمام آفات و بلیات تمام مردم جهان و بخصوص مسلمان ها و بخصوص ما و شما را خدا نگاه کنه. امروز ما درباره وعده ای که به شما کده بودیم که راجع به فلاسفه ای که دانشمندانی که در غرب از رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد کردن و تمجید کردن او را ذکر میکنه، ولی پیش از او یک دو صفحه چیره که ما در هر روز یک شنبه در فیسبوک خود این روان میکنیم که از سوره الحمدلله ای چی میشه و یه ثبت میشه، این برای شما روان میکنیم، شما این رو بخوانین و از ازی کافیش از جا بگیرین، عکسش بگیرین، پیشتان باشه بخوانین. در این دوست ایس ار بعد از او با سوره چیمه و العصر می، بعد از او با سوره ویلو لکل همزه تلو مزه، و بعد از او سوره کلی الکافرون دیگه و دیگه بتر می، تا به این عطاینا کل کوثر رسیدیم که همی تو مریضی برای ما پیدا شد، یک درد است از دایبیتیک گفته است. دو روز در شفاخانه رفتیم آمدیم، اما او درد است دیگه ما رو نمیمانه. در سر امو یعنی یک هفته شد که نوشته نتانستیم دیگه براتان. ای را شما بگیرین، ای ورقه را باز ای را برزی به شما روان میکنم که را بخوانین بکنین. این حالی امروز دوباره چی هست؟ دوباره اهدن از صراط المستقیم که در سوره فاتحه هر روز شما میخوانی اهدن از صراط المستقیم چی هست؟ این حالی ای را یک ایسیش هست دیگه، ایسیش خونه او یه نوشته هست با شما بگیرین. یکی سیش ای است که فیه ما ابواب مفتحه و ابواب سطور مرخات، خو عربیش میمانم ترجمهش میکنن. یه حدیث شریف است در فقره 36 که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است. ما قصد داریم از این باز یک کتاب تفسیر در این آیت های خورد چی کنیم، اگر شما دعا کنیم که ما جور شویم که جور شویم که نوشته کنیم برای شما. خود جور چی است؟ درد پیدا شده برای ما. ترجمه حدیث شریف در فقره 36 که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است، الله سبحانه و تعالی ضرب المثل، خداوند یک ضرب المثل برای صراط مستقیم این رقم بیان کرده است که راه مستقیمی است، یک راه مستقیمی است که یعنی خداوند خلق کرده ای راه را، راه مستقیمی است و در هر دو طرف آن را دو دیوار است.
در طرف راه دو دیوار هستند و در آن دیوارها دروازه های باز است. دروازه هست، دروازهش باز است و بر آن دروازه ها پرده های آویزان است. پرده های آویزان است سر این دروازه ها و در دروازه آن راه دعوتگری است که میگوید و در دروازه آن راه، در دروازه که میدرن شما در این راه، در دروازه یک دعوتگر است که میگوید به مردم، ای مردم داخل شوید، تمامی تان در این راه، همه تان در این راه داخل شوید، راه اهدنا الصراط المستقیم، شما در این راه داخل شوید و کجرویشی نکنین. و دعوتگر دیگر از بالای راه دعوت میدهد. دو دعوتگر است، سر راه هم شیسته این حالی میگم برتون که ناکی است. و چون انسانی اراده کرد تا باز کند کمی از این دروازه ها را، میگوید دعوتگری از بالای راه، که از بالای راه شما را میبینه، شما را از بالای راه، وای بر تو، باز مکن دروازه را، این دروازه را باز نکن، باز مکن دروازه را، زیرا اگر آن را باز کردی در آن داخل میگردی. و بنابراین بدانید که راه راست اسلام است و دو دیوار حدود الله سبحانه و تعالی است. حدود قصاص که میگه در مکتبای فقه، حدود یعنی کسی که مرتکب سرقت شد دستش بریده میشه، کسی که مثلا زنا کرد یعنی تو جزا، کسی که شراب خورد یعنی تو راست، کسی که تو هر چیز کسی نافرمانی کرد، ای از در حدود الله، یعنی دروازه‌ای که خدا منع کرده بود و داخل شده، و آدم داخل شده، بنابراین جزا میبینه. دعوتگری بر سر راه کتابی الله تعالی است. در سر راه کی است؟ کتابی الله کدام است؟ قرآن کریم. قرآن کریم به شما خبر میده که در این راه ها داخل شد مستقیمن بروید، وش کنین در یکی از دروازه داخل نشوید، که دروازه ها راه های که خداوند منع کرده که در این داخل شوید، شما خداوند منع کرده که از او شما استفاده کنین، حرام بخورین، رشوت بخورین، مردم بازی بتین، مثلا چی کنین، دو رقم معاش در یک مملکت به مردم بتین، این همگیش گناه است. یعنی چی اداره کده نتوانین ملکه، و این نکنین هم به فرد، هم به جامعه، هم به کلان و خرد و به همگی این راست، راه مستقیم. و آن دعوتگری بر سر راه کتابی الله تعالی قرآن کریم است. و دعوتگری از فوق نصیحت الله است، یعنی خداوند است که نصیحت میکنه بر دیرا نرو، او بنده ما شراب نخو، زنا نکو، گناه نکو، دروغ نگو، خیانت نکو، براه ما برابر ببان که مردم پیش برود. و دعوتگری از فوق نصیحت الله است که تذکیر و بیاد آوردن عواقب آن در قلب هر مؤمن است. در قلب هر مؤمن خداوند اینه میتو الهام میکنه اگر خدا را بخواه، اگر میرا را بخواه. ابن القیم رحمه الله تصریح نموده است که به طور مطلق بهتر و فاینده منترین دعا اهدنا الصراط المستقیم است. خوبترین دعا در دنیا، در تمام دعاها، در دماز که شما هر روز میخوان اهدنا الصراط المستقیم، اینه می دعا است. اهدنا الصراط المستقیم، خدا به ما هدایت کن راه راست را، از این کجیگه که دور بخوریم به این خانه به اون خانه که در سرش پرده هم هست که نروین، اما به شما گفته هم شده که در اینجا ندروین، لکه شما میدروین، این گناه است. اهدنا الصراط راست در برمی کمال معرفت توحید و عبادات الله سبحانه وتعالی را با اخلاص پیروی از اوامر و اجتناب از نواهی، این اهدنا الصراط مستقیم است، و استقامت بر آن تا لحظه مرگ با پاکی نفس و اصلاح قلب. می یک لحظه هم پیش از مرگ شما این کار نکنید که به این چیزا، این راه هایی که خدا بند کرده از او، از این چی کنید. و همچنین ابن القیم رحمه الله افزوده است که فرقه های زیادی که این راه راست را درک نتوانستند
واز فضائل این دعای مقدس به بهره ماندن و برای فرقه های مجسمه و جهمیه و معتزله و رافضه و دروز و خوارج و صوفیزم و غیره و غیره و غیره گرفتار شدن، اینا راه مستقیم را از دست دادن. اگر نماز برای خدا به صحیح می خواندن به این مرض ها گرفتار نمی شدن. این یک چیز ماست. چیز دیگه ما به شما وعده کرده بودم که ما درباره فلاسفه ای که در چی کلانای کفار که اونا به محمد صلی الله علیه وسلم چی گفتن، اکثریتشان او رو کم کم برای شما من میگم گوش بگیرید. گفته هازا اقوال بعض الباحثین المنصفین فی رسول الله علیه الصلاة والسلام، این راه ای گفتار بعضی از چیاست که برای الله برای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اینا یک تفسیره کردن یا نظر خود را بیان کردن در حال که خودشان کافر هستند. یقول مهاتما گاندی، مهاتما گاندی چی گفته است؟ در جریده ینگ ایندیا، اردت ان اعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر، اراده دارم که بفهمم صفات او مرد را که مالک شده است بدون جنگ بدون نزاع قلبهای تمام میلیون ها بشر را، قلبهایشان پیش محمد صلی الله علیه وسلم است ولو کافر هم هستن. لقد اصبحت مقتنعا کل الاقتناع، ما با تمام چی خود قناعت کردم که ان سیف لم یکن وسیله التي من خلاله اکتسب الاسلام، بتوسط شمشیر اسلام پخش نشده. ایره مهاتما گاندی میگه که او یک چیزی را نمی پوشید و لچ میگشت و در مقابل استعمار از انمی را کامیاب شد، که ان سیف لم یکن الوسیله التي من خلال اکتساب الاسلام، از راه شمشیر اسلام به جهان پخش نشده است، بل کان ذلک من خلال بساطت الرسول، از نگاه روش پاک و ساد و درست رسول الله صلی الله علیه وسلم بود که ای تو یک روشی را گرفته، ای تو یک قانون یک روش پاک خوبی داره که مردم قلبهایش با خود داره. مع دقته و صدقه فی الوعود، بسیار دقیق و صادق است در وعده هاش، و تفانیه و فنا کردن خودش و اخلاصش برای دوستاش، کسی را که دوست داشته باشه با او خدا فدا میکنه، با او خدا اخلاص دارد در دوستی و صداقت و اتباعه و پیروانش. یک روز یک صحابی میگه که ما چی کردیم؟ از رفتم که شکایت از یک صحابی کنم، از دروازه پیغمبر صلی الله علیه و آله میبرآمد. میبرآمد این حدیث شریف است که ابی دانش آواز کرد که فلانی گفت نه بیا در الاخ، و من چیز نگو راجع به صحابه، هیچ چیز نگو، خداوند از اونا راضی است، اونا از خدا راضی است، امی قلب ما که پاک است برش امیر خراب نساز. رو با نگاه که پیشت گفته قدر اصحابش را دوست داشت پیغمبر ساز تایفه هست که صحابه را دشنا میده که چطور میکنی خو آدی صفات الا و معدقه صداف العود و تفانیه و اخلاص الاسلاقه و اطباعی و شجاعته معتقده المطلقه فی ربه، در راه خدا یک شجاعت مطلق داشت. شجاعت مطلقی است که از هیچ چیز نمی ترسید، در راه خدا استاد می شود. اگر کسی خداوند بد می گفت پیغمبر از او دفاع می کرد، اگر کسی پیغمبر بد می گفت خداوند از او دفاع می کرد، دیگه پیغمبرای تو نبود، پیش قوم خود می رفت، قومش می گفت او قوم این اینا مرا میکشن، اینا مرا ایتو میکنن، ایتو به قوم نوح، قوم شعیب، قوم اونا میگوزن اگر این قوم تو نباشه یا شعیب ما تو رو یک لحظه نمیمانه. قومش
خیش و قومش او را چی میگه؟ اما پیغمبر صلی الله علیه و آله با خیش و قومش خرابترین دشمن هم و خیش و قوم خودش بود. به اینا چی نمیگد؟ خداوند دفاع میکرد. وقتی که ابو لهب کاکاش رسول الله صلی الله علیه و آله قتی چی میزد، او که گپ میزد از پشت سر در پاش قتی سنگ میزد، او زحمت میداد و دیگه و دیگه و دیگه کارهای بسیار شما میفهمین که او به رسول الله صلی الله علیه و آله هیچ رسول الله صلی الله علیه و آله چیزی نگفته باره از نه با خداوند چیزی گفت نه خودش او را چی کرد. اولین بار که ای کار کرد الله سبحانه و تعالی تنشته روان کرد که تبت یدا ابی لهب و تب، نه قل، نه گفت محمد تو بگو برشان، ده دیگه قل است، ده او قل نامد مستقیما هم روزی که گفت که علی هذا جماعتنا تبن لکه و از این سبب ما را جمع کردی که توی تو گپای دین میزنی و خدا رو نشان میدی و ما او چی میکنی؟ گفت تب هلاک بشوی. فورا خداوند از آسمانی آیت نازل تبت یدا ابی لهب و تب. اما تو کی پیغمبر تب میگه؟ پیغمبر مرا من میگم هلاک شوی ابو لهب، اما تو هلاک شد. سیاسلا نارن ذات الهب، در آتش دوزخ تو میدرایی، دوزخی شد. اگر این آدم کار خداوند اما تو پیشتری را خبر داد و این نه ای نتوانست که امیر یک مسجد داره بگه من مسلمان هستم، ای آیت باطل می شود. امی 10 سال ای مسجد پیغمبر کار میکرد. آخر ای تو مردن کرد که در خانه مانده بودن بوی میداد، در بیرون می بردن مردم از پیش می گریخت، خود در سرکم تو الا کرد، در زمین گر میکرد، زمین رو پس از بیرون می انداخت. ایران ماند اولادش کی رو چی کنن؟ مردم به اولاداش میگن به لحاظ خدایی رو گم کنین که وطن رو بوید چی کرد. به این فضیحت مرد. این دفاع از پیغمبرش است. فکر شما شد یا نیست؟ خب هذه صفات هی التي محدت الطريقه. این صفات پیغمبر که شجاعت داشت با ثقت هیدن مطلقه، مطلق میگفت یعنی می کارا میکنم که درباره خداوند چیزی گفته. و فی رسالته هذه الصفات هی التي مهدت طریقه و تخطت المصاعب. اینا همگی اینمی چیزی که در قلبش یک پاکی بود به خداوند، محبت بود، امیر جان خود در اوج قربان میساخت، ای بود که دین رساند به جهان. این به شمشیر نرساندم. او فی رسالتی به هذه صفات به هر طریق و تخلى و تخطت المصاعب و ليس السيف. از راه شمشیر ای دین پیش نبرد، از یعنی راه شجاعتش و صدقش که به خدا داشت این خدا پیش برد و ای تو پیغمبری ساخت. پس آن باز میگم برتر و ليس السيف بعد انتهایی من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول. و جزء دومي از حياة پیغمبر صلى الله عليه وسلم وجدت نفسي آسفا. من نفس خود را متاسف یافتم که ما ایرا لعدم وجود المزید، که نتوانستم که زیاد تعریف در سی محمد صلى الله عليه وسلم داشته باشم، لتعرف اکثر على حياته العظيمة، که حیات عظیم این شخصیتی قلان را که در قلب ما جای داره این را من اتوانستم که قسمت دومی از چی از این را ما پیدا کنم. شما هرچی که میگونه سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بخوانید، کتاب هاست در سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم، از جوانی بخوانید. پیر که آدم شد خلاص او فکرش هم چی میشه، فکرش نمیمانه، جوانی بخوانیم. یعنی این ای آدم کافر است، یک هندوست، اما چطور گم زد؟ مسلمان های قدر توصیف نمیکنه. دوم یقول پروفیسور راما کرشنا راو، کرشنا راو یا مکنم هندوست، فی کتابه محمد النبی، در کتابش که محمد النبی است
لا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبه، ما نمتانه كي معرفات بيدا كريم بشخصية كمال محمد صلى الله عليه وسلم همه جوانبه، همه جوانبه ما نمتانه كي توزيع كنن. ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة، يقصى از حیاتی که صورت های پی در پی از پیشش و بسیار بازیبایی مانده و نمور میاد میکنه. فهناک محمد النبی، محمد است که ما براتان اشاره میکنم که او نبی است و محمد محارب است. محمد است در میدان جنگ اول خودش، دیگه صحابه در پشتی از او استاد میشن که جنگ شدید میشن، خود را در پناه محمد صلی الله علیه وسلم استاد میکنن. محمد المحارب و محمد رجل الاعمال، محمدی که عمل میکنه، کار میکنه تمام روز چی میکنه. و محمد رجل السیاسه، محمد یک انسان سیاسی بود. و محمد الخطیب، محمدی بود که خطیب خطبه میداد، هر روز که خطبه چای گردنش میشه، او مردم بدعت نکنین، یا مردم بدعت نکنیم، بدعت یک کاری که در دین نیست، شما او را دین نسازین، دین از پیش خود جور نکنین، هرچی که خدا گفته امو رو پیروی کنین، هرچی که پیغمبر او رو بیان کرده به شما او رو بیان کنین. محمد الخطیب، محمد المصلح، محمدی بود که صلح در چی صورت گرفت و مردم گفت او برادر از نماز، از روزه، از زکات، از حج، از همه گی کده صلح بسیار ثواب داره. برین که در مسجد چی که همیگه دو رکات نماز که میخونه مثل عمره واری ثواب داره، در اونویس مردمش یکی با دیگه جنگ کده رئیس، یکی دیگه را زده رئیس، خودش هم رفت. پس به نماز در وقتش نتانست رسیده، بیران ابو بکر صدیق مردم پیش کردن و رسول الله صلی الله علیه و سلم به او جنگ رفت، او را خلاص کرد، گفت هر کس باید اصلاح بکنه، اصلاح بکنه، این مؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهم، اصلاح کن، فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغی حتی تفیء الی امر الله، هر کدامش که طغیان کرد او رو بکشن، او رو نمانن، او رو از بین ببرین، فقاتل و امراه جنگ کنین حتی تا که صلح به میان بیاید. صلح بسیار مهم چیز است. ما به هر دو طرف جنگاورایی که امروز جنگ میکنن، دولت و طالبان، هر دویش میگم که برادر از خدا بترسی، همین صلح از دست ندین. پیغمبر خدا را یک فشار سر شام از سر همین صلحی که میکرد، حضرت عمر رضی الله عنه گفت ما بهتر مردم نیستیم؟ گفت هستیم. گفت ما امتی تو نیستیم؟ گفت هستیم. گفت چطور یک مسلمان میه و کافرا و پس تو به کافرا میدی؟ این چی رقم صلح هست؟ گفت من مامور هستم دیگه، برو عمر ما را چی نکنه، ما چیزی که یعنی من متصل با خداوند است، خداوند برای میگه که هر چی که میگن بکو همی صلح بکو، در آخری صلح خیر است به تو. اما درام شد وقتی که صلح جنگ بند شد، در ظرف 2 سال 10,000 مسلمان قوی ترین مردم دنیا در اون وقت که اونا بودن پیدا شدن، رفتن مکه مکرمه را فتح کردن. اگر نه که جنگ بود و چی بود و نمی شد، صلح شد، امی کار شد، خداوند بیبی که نتیجه داد و صلح و خیر نکنین، آدم نکشین، جنگ نکنین، بس از دیگه جنگ، صلح بکنین. میگه که هر دو طرف صلح نمیخواه، این تو آوازه پیدا شده، هر دو طرف میخواه که اینمی یک دو رقم معاشه که بگیره، یک چی بگه به اینمی دولت هم خود چی میکنه، و طالب هم میگه که ما ای تو اوسو میره و اوسو میره و نمیخواه که صلح بکنه، ای تو میگه خدا خودش میدانه. مگر هر کسی که نظام اسلام یه ما قلبا همراه مو آدم هستیم که صلح میکنه،
یکی صلح بکنه دیگه نظام اسلام بیاره. اگر صلح بکنه نظام اسلام نباشه، همین جمهوری باشه که از کفر چیواری کمونیستا که بدتر دولت خراب شد. این صلح صحیح نیست. صلح بیاره و ملت به حال خود رها کنه دیگه، بس است این رقم نظام، و نظام اسلام بیاره. ما نظام اسلام میخواییم، ملت باید بخیزه بگه ما نظام اسلامی. هر کس که نظام اسلام میاره ما برادرش هستم، در پالیش استاد میشیم، او رو تنها نمیمانیم، همگی با هم دیگر و مشوره و به اتفاق و به اتحاد ما همی وطن هم پیش میبریم. فرق بین فارسی و پشتو و ای چیزا نیست. پیشتر برتن چند دفعه آیت خادم از سوره آل عمران که اکفرتون بعد ایمان کن، شما کافر شدین بعد از اینکه مؤمن بدین، که تفرقه را انداختین. این آیت در دو چیز آمده، یکی در بدعت یکی در تفرق، که فارسیوان بگویم پشتون رو نمیم، پشتون بگویم فارسیوان نمیم، و شیعه بگویم کردیش از بین میبرم. این اردوش یعنی چی نیسته، این روا نیست در اسلام. بفرمایید حال خوب وقتی چی نیست، حال اینا چی میکنن، خرابی میکنن، کشیدم. خب دیگه چیز گفته که محمد مصلح، محمد که اسلام میکنن، و محمد ملاز الیتاما، که جایی که یتیم بود در پالوی از او میشیشت، برای هر چی که چی داشت راهی بود با خوبی یتیم کار میکرد. و حامی العبید، برده ها را آزاد میکرد. ببینید پیغمبر خدا، اینی آدم کافر است، این گپ هم میزنه، مسلمان نمیگه، میگه که برده ها را شما از نانی که میخورین بتین، از چیزی که چی میخورین بتین، اینطور تا او وقت بردگی میباشه، تا وقتی که اونا ما را برده نگیره. اونا که جنگ میکردن در وقت جنگی بود، هر کسی که در جنگ بگیر شرمه او بردهش هم میشد. پیغمبر خدا هم این رقم گفت، گفت اگر اونا ما را برده میگیره ما هم میگیریم، اگر نمیگیره دیگه بردگی در دین ما نیست، ما با برده نمیگیریم. ایرا رعایه بالمثل میگه. یک کسی بسیار دانشمند در یهودا هست که سینجر نام داره، که وزیر خارجه امریکا بود. ما در اون وقت در امریکا محصل بودیم در جورج واشنگتن یونیورسیتی. او یک روز بچه آمد گفت امروز که سینجر میاد چیست، یکی جورج واشنگتن، یک در پالوی از یک پانتون دیگه بود. او یه گفت آمده درس میده، او یه چی نبود، شاگرد میرفت در اوجه میشیشت، در اینجه میشیشت، مردم نمیگو تو چرا آمدی، ما رو گفت که بیا بریم، گفتم میرم. رفتم شیشتم کسی اینجا درس میده سر این مسئله، میگه امریکا با کسی چی میکنه که با امرو از او کار میکنه و روایتی بالمثل بکنه. ما در دلم گشت که حالی ما بگویم که پیغمبر خدا گفته که ما رعایه بالمثل میکنم، در اون وقتی که نمیلل متحد بود و نیچی بود، هیچ چیز نبود. او گفت که کار ملل متحد، مگتو ملل متحد، حالا اگر برش بگویم، میگفتم خب وقت نبود که ملل متحد و پسان پیدا شد. پیغمبر خدا اینمی گفت در او وقت گفته بود، که سینجر میگفت در ملل متحد یک قانون است که رعایه بالمثل شود. اگر کسی مثلا جنگ نمیکد امرای جنگ نشود، کسی چی نمیکد امرای شود، ایتو شود، این قانون رو بیان میکرد. بسیار دانشمند و چی بود. خب به هر صورت این پیغمبر خدا گفته، یعنی بردگیری در اسلام نامده، پیش از اسلام بوده، و اسلام راه های از این کم میکرده و کم میکرده که از بین برود. فقط در یک صورت باقی مانده بود، او چیز که اگر کسی مسلمان ها را برده گرفت ما از او برده میگیریم، اگر نگرفت با او قوم بردهش نمیگیریم، برده را ما آزاد کردیم. تا که ملل متحد هم، ملل متحد که آمد این بردگی رو بند کرد، که بند کرد اونو اسلام پیش از اون بند کرده بود. هیچ بردگیری در اسلام نیست. این گفت بفهمیم که این آدم کافر است، این رو میفهمم. و همه محمد المسلم، محمد المسلم محامی العبید،
ومحمد محرر النساء، محمد کسی است که زنها را آزاد کرده است. این حالی ببینین، زنها میگه ما دست آوردا داریم، ای آدم میگه که کسی که بسیار زن آزاد نگاه کرده محمد صلی الله علیه و سلم زنها را زنده در گور میکرد مردم. این شما خبر دارید که زنای خود دختر که میشود رو زنده در گور میکردن. محمد صلی الله علیه و سلم قبرش استاد میشه نکنین به لحاظ خدا، این کار نکنین، این کنین. یک آدم دنیا را تغییر داد که حال او کافر ملحد مشرک قریش و دیگر عرب ها را همه را برای درست، لکن با وقتی که خودش هم به قتلش اقدام کردن ولی خداوند نجاتش داد. خب و محمد محرر النساء، اینا میگه که ما پس در اسلام که بریم اما دستاوردهای ما از بین میره. دستاوردهای شما چی است؟ اگر آزادی با عفت، با آبرو، با حیثیت که به نفع شماست، او رو محمد صلی الله علیه و سلم آورده. و محمد المصلح، محمد محرر النساء، محمد القاضی، قاضی بود. این تو حکم میکرد، یک آدم دخترش به بچه بیادرش میداد، اون دختر راضی نبود، رب به رسول الله صلی الله علیه و آله. خوب یک وقت بود که پیغمبر خدا وجود داشت، گفت که من نمیخوایم یا پیغمبر نمی بچه بیادر پدر من، پدرم به زور مرا در اون میتن. امی تو کار در اونا هر روز است. و میران گفت که نمیخوای بچه، گفت من یک بچه دیگر خوش دارم، اون رو میگیرم. علالا اون بچه رو بیاریم، بچه را که آورد خودش نکاهش بسته کرد، گفت بگی بچه من دست دخترت برو، از این زنت بگی برو. پدر شاه گفت تو یک ولی ظالم هستی، ولی ظالم ولی نیست، به اختیار خود دختر باید باشه اگه تو ولی ظالم است. لا نکاح الا به ولی نست، در مذهب شافعی و حنبلی و دیگه چی ها هست مالکی، اما در مذهب امام ابو حنیفه صاحب اگر دختر عاقل و بالغ بود اگر خودش گرفت میتونه که ولیش چی هم نبود. خب و محمد القاضی، محمد كل هذه الأدوار الرائعة في كل دروب الحياة الإنسانية تؤهله لأن يكون بطلا. إيه تمام الجزارة كي محمد ميقى مطالعة كذا فهمتهم كي بطل است، يعني قهرمان است، مثل جوره نظر در عالم ندى أنبياء وندى غير أنبياء. إيه شخص خوسيم كي مستشرق كندي دکتر زویمر از کانادا یک مستشرق است، او چی گفته؟ این مستشرقین ها خوراوان میکردن که 10-in-1، ما یک وقت برای شما گفتم که 10-in-1 ده نفر ها که روان کرده چی؟ او نفر ها که صفات مسلمان ها را خراب برش نشان داده دارم و کیشان کنایی تو مردم خراب هستید، او یکی رفته این مردم ها که اینا تمام زگرده دید که این مردم خوب مردم است. بسیار خوب گپ میزنه، اون چیزی که به اینا تعلیم او طور نیست. بنابراین یکی از این میاد به دیگراش میگه برادر این چیزی که برای ما غلط نشان دادن، اما این چیزی که اینا گفتن که ما مستشرق هستیم بریم اسلام از بین میبریم، اسلام بسیار خوب است که ما را از بین ما را جذب کنه، این چی رقم گپ دروغ به ما گفته، این رقم قطعا اینا نیست. یک 10-in-1 این به انگلیسی نوشته از او کتابش، ما خواندم برای شما چند دفعه که همه از اینا مسلمان شدن. خب حالی در اینجا این چی میگه؟ این میگه که مستشرق کنه دکتر زوی فی کتابی شرق و عاداته، این محمد کان ولا شک من اعظم القواد المسلمین الدینین، از کلانترین قائدان رهبران مسلمانایی که دیندار هستند. ایس و یصدق علیه القول ایضا بانه کان مصلحا قدیرا، با یک مصلح بود که توانایی داشت، توانایی همی کار داشت، قدرتش داشت، یعنی خداوند برش قدرت داده بود. و بلیغا فصیحا، بلاغت بسیار فصاحت داشت. و جریئا مغوارا، غور کننده بود، مغوار یعنی غور کننده بود. و مفکرا عظیما، مفکر بسیار کلان بود، آره مفکر دوم جهان. ببینه که چی گل میشکافه،
المفكرة عزيز بودي ميغا اي ميغا برش ايتي اي زويمر. ولا يجوز ان ننسب اليه ما ينافي هذه اي منافي صفات ما نمتانيم كما محمد صلى الله عليه وسلم نسبات بته. وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء. اي قرآن يسك بدست يدي يسك خدا برش روان كذا قرآن كتاب محمد صلى الله عليه وسلم نيس. خب محمد صلى الله عليه وسلم جاء به يعني آمد به محمد صلى الله عليه وسلم به محمد صلى الله عليه وسلم محمد إلى نو آورده. اگر محمد صلى الله عليه وسلم إلى می آورد خو یک دختر یهودی به نام مریم برای ازی بهترین یک سوره است که او تو سوره در تورات هم نیست در انجیل هم نیست که اونا یهود و نصارا بودن اما در قرآن است. اگر ای با اختیار محمد صلی الله علیه و آله یا از طرف محمد صلی الله علیه و آله جور میشد و قوم خود پدر کلانش عرب یا مثلا چی رو ذکر میکرد دو یهودی که میگه برای چیایی که در مدینه منوره است برای همو مسلمان شدن ولی پس اونا را یهودا دعوت میکنن که نه دین یعنی قریش از دین محمد که بهتر است یهودا برش میگن در همون وقت همون یهودا برای این قوم قریش قومی که در مدینه منوره مسلمان به از اونا میگن نه دین شما که نو محمد آورده صلی الله علیه وسلم این صحیح نیست امو دینی بود پت پرستی که میگن امو بود خوب است یه تو میگفت ولی در ابتدای استفتحونه بالذین در اول اینا را میگفت که اگر پیغمبر آخر زمان آمد ما شما را میکشیم ما شما را ایتو میکنیم ایتو میکنیم. پیغمبر که آمد دید که یهود نیست از دیگه قوم هست یا که تنگاهش هم سوز شد خلاص گفت که نه ما ای چی نمیکنیم ای دین را نمیخواییم. اینی خاصیت یهود بود شما خوب فکر کنیم. ولی ماسونی که هیچ میگن نکاح باشن نیچی باشن یک دل کفر با تمام دنیا از اینی میتو کار شروع کردن که دین بیخی میوار دارن. خب و جریعا مغوارا این غور کننده بود مفکرا عظیم مفکر عظیم بود. یجوز ان ننسب الیه ما ینافی هذه الصفات و هذا قرآن الذی و تاریخ و یشهدان به صحت هذا الادعاء. این چیزایی که ما میگم همه در قرآن ما خواندیم یعنی آدم میگه این کافر. خو یقول مستشرق آلمانی چهارم نفر است برتلی سانت هیلر فی کتابه الشرقیون و عقایدهم شرقی ها و عقاید. کان محمد رئیسا للدوله محمد صلی الله علیه و آله رئیس دولت بود و ساهرا علی حیات الشعب این مراقب بود به حیات الشعب و حریته. یک ملت یک آزادیش میخواست که ملت آزاد باشه زیر تاثیری بوتو زیر تاثیر کلان قوم و زیر تاثیر چی چیزا نباشد. و کان یعاقب الاشخاص الذی یشترحون الجنایات حسب احوال زمان و احوال تلك الجماعات الوحشیه التي کان یعیش النبی و بین ایت مردم وحشی بود که رسول الله صلی الله علیه و آله اینا ای تمام اینا را تغییر داد. فکار النبی داعیا الی رسول الله صلی الله علیه و آله دیانت الاله الواحد. از این بود پرستایی که 20 خدا داشتن و ای داشتن و به هم افتخار می از اینا را خلاص کرد. و کان فی دعوتی هذه لطیفا و رحیم بسیار دقیق مهربان و رحیم حتی مع اعدایی حتی با دشمنانش مهربان بود. و این فی شخصیتی صفتینی در شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه و آله دو صفت بود هما من اجل الصفات از خوب و عظیم اجل یعنی عظیمترین و خوبترین صفات بود التي تحملها النفس البشريه که نفس بشر از این کده بالاتر دیگه یعنی نورانی شده نمیتونه از این بالاتر. و هما العداله و الرحمه دو چیز داشت یکی عدالت داشت یکی رحمت. خداوند قرآن لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو بغض و عداوت یک قوم شما را نگیره
فارسی و نه به پشتون و بند است بد است، ولی ولی وقتی که قضاوت میه باید ولو که دشمنش هست عدالت از دست نده، عدالت بکنه در حقش. پشتون ها فرزن که همراه زینا باشه، ده جنگ باشه، عدالت مراعات کنه. این ملت باید یک ملت شود، یک ملت همگی مسلمان است، فارسیوان هم مسلمان، پدر و پدر کلانش مسلمان، پشتون هم مسلمان، پدر و پدر، اینا باید یک برادر شود، یک ملت بسازد. از ای که یک آدم ازبک است راه افغان هم میکشه، افغان میه ازبک هم میکشه، این راه خدا نیست. باید اینا اگر مسلمان هستن یک برا، اگر نیست اعلان کنه که من مسلمان نیستم، و مسلم کافر هم کشتن نمیشه، امرایش معامله می شود که نکو کفرته. اون رایت است اگر خلاف اسلام کار کردید جزا می بینید. فی شخصیت صفتین هم نجی صفات الله تعمل نفس و ما العداله و الرحمه اعدلو هو اقرب للتقوى. اینا خدا نگه یقول الانجلیزی برنارد شو، برنارد شو را شما شنیدین که بسیار کلان شخصیت است، فیلسوف است، فی کتابه محمد، کتاب نوشته کده به نام محمد، والذی احرقت سلطه بریتانیا، برای که قدرت امریکا بریتانیا، این مردم های که سر قدرت بود این کتاب در دادن. اما ای از طرف برنارد شو کلانترین فیلسوف بریتانیا است. ان العالم احوج ما یکون یا رجل فی تفکیر محمد، امروز جهان نیازمند است و یک شخصی که در فکر محمد باشه، پیروی فکر محمد نیازمند است بشر برای ازو. هذا النبی الذي وضع دینه دائما موضع الاحترام والاجلال، این نبی که وضع کرده دینش را دائما که جای احترام و اجلال است در این دین، عظمت و احترام از او شخص میشه که همین دینه داره، اخلاقش، آدابش، همه چیزش به بشریت بهترین انسان است. فانه اقوى دین على هضم جميع المدنیات، یعنی قوی ترین دین که تمامی همین مدنیات ها را جمع کنی در زیر چی از این دین قرار آفرین آدم. فإنه اقوى دین على هضم جميع المدنیات، چی از امریکا باشه و چی از بریتانیا باشه، چی از همه این مدنیات کده، اینمی دین مدنیتش بلند است. خالد خلود الابد، بازی تو دین است که یک آدم به طور دائم نیکبخت می سازن. این تو نیست تنها در این دنیا، این دنیا خود دو روز است. ربیعه ابن عامر یک صحابی بود که در مدرسه نبوت این درس گرفته بود، این رو به حیث چی پیش رستم روان کرد. رستم گفت که یک نفر روان که خیما گم بزنه، شما از جا آمدین در اینجا غریب مردم هستین، کالایتان چایتان معلوم میشه که غریب هستین، شما چطور آمدین قدیما جنگ میکنین؟ ربعی ابن عامر رفتش روان کردنش، گفت ما بنده های خداوند هستیم، ما را خداوند برای ازی پیدا کرده در آخر زمان که ما بنده را از بندگی بنده خلاص کنیم، بندگی خدا را برش نشان بدیم که ما همه بنده خدا هستیم، شما بنده بنده شدید. پاچه را مردم در پایاش میغلطید، تو سلام میداد خود تهم میکرد، در اسلامی تو سلامی که خود پست کنی نیست، اینمه تو استاد شو سلام بده، خود پست نسازی تو که سر تا کنی. این بسا قصه ها داره، خالی چه کنم دیگه، میمانه دیگه آشی این گپا را برش زد. ما شما را از این دنیای خرد،
عزیز دنیای دو روز میکشیم به یک جهان ابدی شما را داخل میکنیم که هیچ دیگه نمورید، حیاتتان حیات ابدی باشه. بعد از مردن که زنده میشه جنت میره، ابدی زنده هستیم. امیر برش میگفت اونا ایران ماندن که چی رقم دین است. یعنی بعضی عسکراش کشیده در گردنهای در پایه ازوش سنگ چیره بسته میکردن که نگریزنده جنگ مسلسل اینا رو چی میکردن، ایتی چیزا رو شنیدن. خب گفت که و اینی ارا کسی رو میبنی قوی خب فا اینو اقوا دین عزم جمیع المدنی خالدن خلودن ابد. این آدم مثل که مغز اسلام خوانده، یعنی به طور دائم یک مسلمان زنده میمانه نمیموره. و اینی ارا کثیرا من بنی قومی قد دخلوا هذا الدين، بسیاری از قوم خود دین به دین داخل شد وقتی خواندن علا بینت، با دلیل با چی که خواندن داخل شدن دین قبول کردن. بسیاری از چیا 10% امروز دعوتگر در دنیا این رو در احصایه وقت خوانده بودم ولی شاید زیاد شده باشه، از این کسایی که از غرب مسلمان شدن این همین هست و اونا خوبترین دعوتگر هست، چرا که از بین مدنیتی غرب برامدن و مسلمان شدن و بسیار خوب دعوت میتن. و سیجد هذا الدین مجاله الفصیح فی هذه القاره، این دین در نمی انگلستان بهترین جای پیدا میکنه، مردم اگه فکرش بگیره مجاله الفصیح فی هذه القاره، یعنی اروپا، در اروپا. این رجال الدین فی القرون الوسطى، مردم دین در قرون وسطا و نتیجه الجهل او تعصب قد رسموا لدین محمد صورت قاتمه، یک صورت خراب اینا چی کردن تشکیل دادن. لقد كانوا يعتبرون عدوا للمسيحيه، اینا تو فکر میکنن که اسلام دشمن مسیحیت است. از این سبب بوش دیگه لسکرکشی کرد سر افغانستان و عراق و میلیون طفل در اوجه کشت، میلیون چی که چندین میلیون در اینجا طفل و کلان و خورد کشت. اینا ای تو در گوششان مردم رسانده. امی برنارد شو میگه که این دین دشمن مسیحیت است. لکنی طلعت على امر هذا الرجل، ما به امر این شخص محمد صلی الله علیه و آله اطلاع یافتم به علمش، فوجدته عجوبة خارقة، ما یک تعجبانه خارق العاده شخص ایره یافتم، ای شخص یافتم. توسلت الى انه لم يكن عدوا للمسيح، علمم رسید که دشمن مسیحیت نیست. و حتی یعنی اگر دشمن مسیحیت می بود ایره که به نام خوب یاد میکرد، مردم ها میگه یرمزاده است، یهودا میگفت این پدر نداره، این تو نداره، اما او چی گفت در قرآن؟ او در قرآن کریم که آمد که ای به امر خداوند آدم علیه السلام را پیدا کرد بدون پدر و مادر، بیبی حوا را پیدا کرد بدون مادر، عیسی علیه السلام را پیدا کرد بدون پدر، تا ای دلائل دلائل به این شوه که خدای تو قادر است که بدون پدر بدون چی هم میتونه که پیدا کنه، که یک مرغ تخم میکنه بدون از اینکه چی داشته باشه. یعنی این قدرت داره الله سبحانه و تعالی. مثل عیسی عند الله کمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. از خلقه من تراب، آدم از خاک پیدا کرد، باز گفت کن فیکون، پیدا شد، پیدا شور خورد روح ده و دمان. هم دقم عیسی علیه السلام فکر شما شد، یعنی یک پف کرد ابراهیم علیه السلام گفت پف کن، پف کرد و آدم گیر شد خلاص. و ایره اینا قبول نمیکنه یهودا، تا اینکه عیسی علیه السلام در خورترکی در بغل مادرش بی مریم گب زد،
گفت اینی عبدالله، نگفت من بنده خدا، چی بچه خدا هستم، گفت بنده خدا هستم، اینی عبدالله. نه زایده ده بغلش گرفته، این بچه به مادر خود گفت بگو که من روزه دارم، روزه گم زدن، گم نمیزنم. یهودا که شمشیرا رو ورد اخترم تو بچه را از کجا کردی؟ یک دفعه گفت از خودی بچه پرسن. گفت بچه طفل، طفل چی گم میزنم؟ گفت اینم پرسان کنین. که پرسان کنن گفت اینی عبدالله، من بنده خدا هستم، آتانی الکتاب، دینمی حال به من کتاب را داده خدا هست. کتاب روان کردم و جعلنی مبارکت، مرا مبارک عین ما کنتو و اوصانی به صلات و زکات، مرا وسیعت کرده، امر کرده محکم به نماز و زکات. کو زکات ده مسیحیت؟ کو دین مسیحیت امروز زنده؟ در نیقه که اوجا چی شد؟ مجلس شد قسطنطین، همه گی مردم های موحدین چی کرد؟ از بین برد و غیر موحدین گرفت، اونا همه موحدین بود. و انجیل برنابا را قطع کرد و اینا خودشان بول از رسول اصلا کلیسا را چی کرد؟ تنظیم کرد. از عیسی علیه السلام هیچ اینا استفاده نکردن. فکر شما شد یعنی ولی پیغمبر اصلی به چی که یک نامه را نوشته کرد به هرقل، چی نوشته کرد؟ من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الى هرقل عظیم الروم، اسلم تسلم، سو اسلام بیار چی میشی؟ و لیس علیک اسم الاریسیین. اریسیین چی را میگن؟ ما یک وقت استاد ربانی هم گفتم مردمش، ما گفتم مگر پسان، باز من دقیق مطالعه کردم و آمدم برش گفتم که استاد تو هم غلط کرده بودی، ما این نوشته است که اریسیین یک طایفه ای از موحدین دین مسیحیت است که اینا به حیث این بسه کوچی ها یا چی واری که در یک جای زندگی میکردن، اونا را اینا از جد گرفتار کردن و چی کردن. اینا لی ای را که رسول الله صلی الله علیه وسلم که نامه را نوشته کرده علیک اسم الاریسیین، یعنی گناه اونمو اریسیین که اونا موحد بدن خدا را یکی میدن، از شما به زور رو چی کرد وام در گردن تو میشه. یا برش نوشته کرده اولین بار پیغمبر اکرم محمد صلی الله علیه وسلم، میفهمید؟ و توسلت الى انه لم يكن عدو المسيحيه، ما درک کردم که دشمن مسیحیت نیست، این دشمن مسیحیت نیست اسلام، بلکه مسیحیت میگه مسیح علیه السلام باز میه زنده. یک مسئله دیگه است که ما برای شما از تورات نوشته کردیم، او رو یک روز برتون یک دیگه وقت اگر شد برتون میخوانم که اون اینا آوردیم قطع خود اینجا که الله سبحانه وتعالی به موسی علیه السلام گفت من ان اقیم نبیا مثلک، مثل تو موسی علیه السلام گفته من این نبی را میارم من وسط اخواتکم، از بین برادرهایتان. اونا میگه که مسیح علیه السلام است، عیسی علیه السلام است، او عیسی علیه السلام نیست. گفته مثل تو، مثل تو واری میمره، یعنی در این زمین خاک میشود و مثل تو می باشه اولاد می داشته باشه. موسی علیه السلام باری اینطور گفته، اما این رو میگن که مسیح علیه السلام خود نمورده مثل موسی علیه السلام باری. این رو تورات که فعلا موجود است، همی هست در بینش، باز رو دیگه وقت برتان می خوانم اگه زنده مانده خدا هم ببانه. یعتبرونه او عدو للمسیحیه، این مسیحی هایی که نمیدانه اسلام میره میکشه، امروز قدرت بدستشان است و اینا مثلا میکشه مسلمان ها که دشمنی مسیحی، در حالی که دشمنی مسیحیت نیست. اینو کی میگه؟ خود برناردشو میگه که مسیحی است. لیکن اطلاعت الامر هذا الرجل فوجدت عجوبتا خارقه، تعجب آور یک خارق، یعنی فکر محمد صلی الله علیه وسلم بسیار بلند بود، گفت خارق بود. و توصلت الى انه لم يكن عدوا للمسيحيه بل يجب ان يسمى منقذ البشريه،
بلکه لازم است که ما بگوییم این نجات دهنده بشریت از فنایی و تباهی است. و فی رأی انه لو تولا امر العالم، و در رأی ما اگر امی محمد صلی الله علیه وسلم پیروانش جهان را بگیره الیوم امروز و جهان مسلط شود، لوفق في حل مشكلاتنا بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. سلام و امنیتی که مردم می خواهونه این می رو محکم می کنه بین مردم اگر اینا موفق شود و که قدرت پیدا کنن در جهان. ولی یک شب دیگه می زنم مثل یک چرا خیلی دیگه به جنگ پردی در پغمان برو یک چیره به دیگه و جنگ مصر از قمار بسته میکنن، یک چیره قی دیگه و یک خوچ قی دیگه خوچ میزنه که میزنه که دیگه ترق جای به جای استاد میشه، قر 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 خنده میکنن. حیران مانده این چیره که مردم. خب یقول سن رستن الاسوجی، ای استاد لغات سامیه در کتابش، استاد لغات سامیه یک زبان است که در کتابش تاریخ حیات محمد، به نام تاریخ حیات محمد یک کتاب است، در او کتاب ای نوشته کده این لم نت نن خو اینمی آدم برنارد شو بسیار آدم کلان است، اونم ما برتان خواندم ایره بفهمین که مسیحی است، لکن کتابش خود مسیحی ها در داده این کتابی که راجع به محمد صلی الله علیه و آله نوشته کده. ويقول سن رستن الأسوجي أستاذ اللغات السامية في كتابه تاريخ حياة محمد، تاريخ حياة محمد يادم نوشت كذا كي أستاذ است. إننا لم نصف محمدا إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزايا، فلقد خاض محمد معركة الحياة الصحيح في وجه الجهل. محمد خيسته ما این دیگه صفاتش رو بیان کرده نمیتونیم، بسیار صفات عالی داره، در مقابل جهل خیسته، مردم از جهل خلاص میگه به بشریت به انسانیت برابر میسازه. واقعا یکی از چی احادیث آمده که اصلا قرار اسلام همیست که انسانیت انسان به عالی درجهش یک شاد. این چی میگم پیغمبر خدا؟ اتق الله ما استطعت، اتق الله حیث ما کنتم، از خدا بترسین هر جایی که هستین، اگر در پیش روی پاچه هستین، اگر در پیش روی قاضی هستین، اگر در پشت سرش هستین، مثلا یک جای ترافیک میگه موتر 60 درجه بره 60 درجه میره، یک جای دیگه که ترافیک نیست بازم 60 درجه باید بره. اما اینا مسیحی ها یا یهودا یا مثلا دیگه بشر چینایا یا مثلا روس ها اینا چی به 100 درجه اعلام میکنند و دشت یاد چی میدن هر کس زد میزنن، یعنی یک حال نیستن. این میخواه بشر در یک حال نگاه کنن، در یک حال اگر قانون بود یا نبود همه قانون خداوند به طرفش متوجه است یک رقم باشه. چه کلان فلسفه است این آدم همی گفه میزنن. اذا انکرنا ما هو علی من عظیم صفات حمید مزایا، فلقد خاض محمد معركة الحياة الصحيحة، ليك معركي محمد درامدا وأزو برامدا بخير و بقابل الجهل وحمجي و شزاي كتيات يعني عزان مرد جور كده و عزمار زان جور كده و كاراي حمجي مصرا على مبدئه و إصرار مكونه بهمي كارش كي امتون بكونين. و ما زال حارب و تغاوت و امرای تغیانگرا، یعنی محاربه میکنه حتی انتها به المطاف الى النصر المبین، ای کامیاب شد دولت اسلامی رو به اساس دین بنا کرد در مدینه منوره. فاصبحت شریعته اکمل الشرائع، قانون خدا که شریعت محمد صلی الله علیه و آله است این کاملترین قوانین دنیاست. اکمل الشرع و هو فوق عظماء تاریخ، فوق تمام عظماء فقه الاسلامی فی الاسبوع، یک عنوان است در هفته، هفته فقه اسلامی در غرب
اما ده بود علماء از ازهر شریف از هر طرف جمع شدن و کی گفتن دان زینا واز ماند که این قانونی ماست، یعنی این هدف ماست، ده قانون این راه ماست که این رقم زندگی داشته باشه بشر. اونا قبول کردن بیخی ای را بنابرای اسبوع الفقه الاسلامی و تمام جهان منتشر ساختن. یا ما می گفه میزنم و یقول المستشرق الامریکی سنقت في كتابه ديانة العرب ظهر محمد بعد المسيح بخمسة وسبعين سنة فان صدو هفتات سال بعد عيسى عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم شد پیغمبر مقرر شد طرف خداوند و كانت وظيفته ترقية عقول البشر وظيفه شد كي ترقية بتاع عقل بشر بولا وبرا بإشرابه الأصول الأولية للأخلاق الفاضلة اخلاق فاضله را اول بشر داشته باشه، نه زن کسی را چی بکنه، نه دختر کسی را چی بکنه، نه ای کارایی که اینا میکنه، ای کارا که در افغانستان هم رواج یافته، حالی فاحشه خانه میگه پیدا شده، ای تو شده، او تو شده، خدا نگاه کنه یک وطن از این تو حالت. خب اشرا اصول الاولی الاخلاق الفاضله و به ارجاع الاعتقاد به اله واحد، یک خدا را باید عبادت کنه، کسی که سه خدا را عبادت، کسی که دو خدا را عبادت، کسی که نور و ظلمت چی میکنه، کسی که اولیای خدا و امامای خدا دوازده خدا میدانه، اینا همه مشرک است، همه گی کافر است، همه بیدین است. و به حیات بعد هاز الحیات الاعتقاد به اله واحد، اعتقاد به یک خدا، و به حیات بعد با ایمان به حیاتی که بعد از حیات میاد، یا ابدی در دوزخ است کس یا ابدی در جنت است حیات پیدا میکنه. این چیز بسیار کلام گپسی. و یقول مایکل هارت، مایکل هارت یک آدم یهودی است، فی کتاب در می نیویورک نوشته کده گمانو، و یقول مایکل هارت فی کتاب مئت رجل فی تاریخ، 100 نفر هم در تاریخ زیر و زبر کردم، تخت که یک آدم دانشمند و ریاضیدان و چی هست همه چیزا را چی کرد. این اختیاری محمد، ما محمد اختیار کردم، لیکون الاول و فالاول، از همه کده اولتر محمد صلی الله علیه وسلم فی اهم و اعظم رجال تاریخ، در تمام رجال تاریخ، مردای تاریخ، اینمی نمبر اول کس است. قد یدهش القراء ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ، يك انسان واحد في التاريخ كله الذي نجح اعلى نجاح على المستويين الديني والدنيوي، در مستوى ديني ودنيوي نمبر اول وبلند همگی دانشمندای دنیاست. فهناك رسل وانبياء وحكماء، انبياء رسولات، انبياء حکمت دارا هم فلاسفه است، بدأوا رسالات عظیمه، هر کدامش رسالت های کلان داشته، ولیکن ماتو دون اتمامی ها، هر کدامش که مرد خلاص دینش از بین رفت. کالمسیح المسیحیه، مثلا مسیح در مسیحیت شروع کرد، از دستش چی گرفت؟ یهود گرفت، او بیچاره ایش که 10% به خط سرخ نوشته است کلمات مسیح علیه السلام، دیگه هیچ وجود نداره که پایش تیت تو پیت کردن، مردم های آمدن داخل شدن و شارکه هم فیها غیره هم، کسی یک کلمات محمد دور کنه مردم خود میکشه که کی بود که در این دست در نیست، همون تو چیز وزکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. و شارکه هم فیها غیره هم، در دین مسیح دیگه کسا شریک شد، این آدم خودش میگه، خودش مسیحیست میگه در این دین دیگه مردم شریک شد. او سبقه ملایی سواه از مسیح علیه السلام کده، اونا سبخت کدن در این دین، نامزی شد و کام از دیگر را بولس رسول کموسا فی الیهودیه، مثل موسا در یهودیه، موسا علیه السلام بسیار پیغمبره، در 30 جای قرآن بیشتر ذکر شده، محمد صلی الله علیه 4 جای. اگه این قرآن از محمد صلی الله علیه خودش نوشته میکرد، این که خود پس میده که 4 زد و موسی علیه السلام 30 جای نوشته میکرد، 100 جای نوشته میکرد، قصای زود هر کتاب است،
از طرف خداوند، خداوند میفهمه که مردم بفهمه که محمد صلی الله علیه وسلم لعمرک انهم فی سکرتهم، و عمر محمد صلی الله علیه وسلم قسم میخوره به عمر دیگه هیچ پیغمبر قسم نمیخوره، لعمرک یعنی به عمرت قسم، یک دوستش داره دیگه هیچ کسی به عمرش چی نمیخوره. یک گپی دیگه هم هست اگر وقت ببانم، من او را ویست که در این گپی از اینا ماندم، او را منوشته کردیم برتن آوردم که او در سدرت المنتها چی میگه خداوند. چی رقم انسان غرق میشه و انسان چی مقام محمد صلی الله علیه وسلم فکر میکن. ولكن محمد هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية. آل بروك بدين موسى عليه السلام كدام يهودي هست. ميگه بره شما و چی کنه؟ ميگه تو برو قط خدای جنگ کو، ما اینجا میشینیم سیل میکنیم. پیروان عیسی علیه السلام او میره و پیش خداوند راز و نیاز میکنه و چیز میره گوساله رو پرستش میکنه که می از دست ریشی برادرش می گیرم، می لا تاخذ به لحیتی ولا براسی، یا ابن عمی عمی امی، این بچه مادرم، یعنی از مادر یکی بود از پدر جدا اینا بود، که از ریشم نگی از سرم نگی، من گناه ندارم، من می خواستم که را من کنم چا چی بودم. گوسال پرستا و آمنت بها شعوب بی اصلها فی حیاتی، تمام مردم در زمانش به دین اسلام داخل شدند. ولی انه اقام جانب الدین دولت جدیده، دولت جدیده به دین، دولت دینی را بنا کرد. عالم کسی که دولت دینی را بنا میکنه این موفق است، پیروی محمد صلی الله علیه و سلم است، او را شما پیروی کنین، امرایش یک جا استاشه برادر شوین، جنگ نکنین، جنگ دست بکشین. فا اینو فی هاز المجال الدنیوی ایزم وحد القبائل فی شعبی، تمام قبائل در یک ملت یک جا کرد، قبائل بود و قبیله و قبیله پرستی ملت خونه بود، و شعوب فی امت، شعوب ملت ها را در یک ملت آورد، یک ملت. ولی چند ملت از داشتی؟ فارسی است، ازاره است، ازبک است، چیز چیز، یک ملت، اینا یک ملت باید باشد، این قول پیغمبر است، یک ملت، ما یک ملت داره که او به دول خود بگه، او برای ایران کار میکنه، او برای تاجیکستان کار میکنه، او برای پشتونستان کار میکنه، او برای نه 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 نه، همه که یک ملت شد یک دین دارن، یک را اختیار کنن. فإنه في هذا المجال الدنيوي أيضا، در مجال دنیوی هم محمد هم کامیاب ترین میشه، ایرمی آدم میگه وحد القبائل في شعب والشعوب في امه ووضع على كل اسس حياتها ورسم امور دنياها ووضعها في موضع الانطلاق الى العالم ايضا في حياته، فهو الذي بدا الرساله الدينيه والدنيويه واتمها. یعنی ای رای میگه که من تمام فلاسفه و چی و نامایش از کتابش من خوانده بودم که این همه گیره گرفته 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 آمده، گفته مثل محمد هیچ کس در دنیا نگذشته و نمیگذره، از زمین سبب است دیگه، پیغمبرا تا وقت مردنش است، این پیغمبر خداوند نگاه کرد تا وقت قیامت که وفات، ما كان محمد ابا احد من رجال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، رسول خدا وخاتم النبيين است، تا روز قیامت این پیغمبر است، این می امتش است، زیاد شده میره، شما بکشین و زیاد شده میره، زنی مسلمان دو تا سه تا چهار تا ده تا میزایه، فکر شما شد یعنی مسلمان ها زیاد شده میره، آخر این قدرت به دستی ای را کسینجر گفته بود. ای در این ملکایی می شود که از یک مثال نام گرفت از چی تا کجا، گفت که این مسلمان های اهل سنت است، تقریبا 90% اینا در دنیا هستن اهل سنت، این در ملکایی هست که تیل از در این در بعض نامایش گرفته بود
مدرس كما بدهم فيشش وفكي يكي چي است از المغرب شروع میشه میره که دا و چی و اندونزیا و مالیزیا و از این راه که دا ایر خطی از اینا که هست خطی از اینا همه پر از چی است از تیل و از چیزای بسیار چی است این چی است خب یکی دیگه تولستوی است لیف تولستوی الذي يعد عدوه من امتع ما كتب في تراث الانساني در میراثی که برای بشریت مانده او قاطبتا از نفس بشریت یکفی محمدا فخرا تنها محمد فخر است انه خلص امه ذلیله دمویه من مخالب الشیاطین العادات الذمیمه مردمی که یک پست مردم بودن یک ذلیل بودن از چنگ شیاطین اینا را آزاد کرد عادات زمیمه از مرد زن دگر در رو که از که لول بته که زن است این تمام آزادی زن آورد اما مردم حالی به جان اسلام چسبه که اسلام زن چی میکنه زن چی میکنه خب اگه او مسلمان باشه زن ظلم نمیکنه هیچ کس مسلمان شما دل تا دید بگید که اسلام حق خدا بیاره العادات الذميمة وفتح على وجوههم طريق الرقى والتقدم راه بيشرفت تقدم خدا برش داده وان شريعة محمد ستسود العالم تمام عالم در بر میگره لانسجام على عقل وعقل وحكمت يك برابر است اير تولستوي میگه يقول الدكتور شبرك النمساوي ان البشريه تفتخر بانتساب رجل كمحمد اليها افتخار میکنه بشریت با شخصی که نامش محمد است از انه رغم امیته با وجودی که یک امی بود خط و کتیر یاد نداشت استطاع قبل بضع عشر قرن بعد چند قرن ان یأتی به تشریع سنکون نحن الاروپیین اسعد ما نکون یا توسط قمتی ما اروپایی ها نیکبخت می باشیم اگر به همی مدنیتی که محمد گذاشته به این خدا برسانیم و از این پیروی یقول فیلسوف لیهی توماس کارلایل الحائز علی جایزه نوبل ای که جایزه نوبل را گرفته ای کارلایل یقول فی کتابه کتابه ابطال لقد اصبح من اکبر العار علی ای فرد متحدث این هذا العصر ای یسعى الى ما یخالف من الدین الاسلام کذب بسیار عار است بسیار ننگ است بسیار عیب است و او کسی که میگه که دین اسلام دین چی است دین دروغ است این خودشان گیر کرده از طرف خدا نیست این کی میگه توماس کارلایل میگه مسلمان نیست اما چقدر فکر عالی داره و ان محمد خداع مزور یک آدم به نام رشید از چیز پدر مادرش مسلمان از المغرب و همه دیرم اینجا آدم و فیسبوک ها چی میکنن برادر ها این دو ورقه که من هر روز یک شنبه روان میکنم این در فیسبوک خودم از دم فیسبوک اصلا در طرف آخر او از ما است دو ایسیش و این دیگر رو جانش چی کردن خب اینه ای چی است این شما بگیرین بخوانین و این برای کسی چی نشته کردن که مسلمان است دین نظام کذب است اونا میگه دین اسلام کذب است دروغ است محمد خدا است مزور و ان لنا ان نحارم عایشه عن مثل هذه الاقوال بسیار فکرتان میگیره ما دو نمو چی سیل میکردم که اونمو آدم میاد در یک پروپاگاند سوسی محمد میکنه میخواستم که خدا چی کنم که چی رقم ایرالی ما بگویم که لعنت خدا به سرت سری محمد چی میگی سری زن محمد چرا تهمت میکنه که یک درست یک درست یک درست همه دروغ همه کذب همه باطل شیطان گفت که از چی شیطان چی خود نشان داد قوم خود فین رسال اداها ذالک رسول ما زالت سراج المنیر مدت 12 قرن 12 قرن لنحو 200 میلیون من الناس 200 میلیون از مردم افکان احدكم يظن هذه رسالة العاش بها مات عليها هذه الملايين الفائقة الحسب والإحصاء كذوبة وخدع إنه همه دروغ بود مليون ها نفر كده إيرا رفت
في صحابي كرام دي قال لي عملت روبوت، هم اجيب روبوت. لا حول ولا قوة، انت يا جون جاب مبرا يك آدمي فاسد نادان جاهل ميا ات پیغمبر بعد میگه دیگه طرف لق لق سیل میکنه. تبی دانش ده که دو دانش پیشگیر شما جوتت العدیب العلمانی اننا اهل اوروپا به جمیع مفاهیمنا لم نسل بعد الى ما وصل الیه محمد. ما که اروپایی هستیم نرسیدیم تا بالی به اون چیزی که محمد صلی الله علیه و آله رسیده بود. و سوف لا يتقدم علی احد ولقد بحثت في تاریخ المصري الاعلى لهذا الانسان فوجدته في النبي محمد وهكذا وجه ان ظهر الحق يعلو عن كل من نجح محمد رحمه. يقول في علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان رسول الله دائم البشر دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صحاب. يا غادر يا غرزان بروجرام ما يا غادر داومي با پدر دي پلان كي نه لكن پدر دي پلان خد سري چی زمینی چی استاده سو دقانکاری میکنه ایت یک بیعقل آدم. ما گفتم پیغمبر خدا میگه یک کسی برش آمد گفت که امی مشرکینی که قدر قدر تو جنگ میکنه چی میکنه میکوشا مسلمان دعای بد بکن برشان. گفت که لا ما باعث تو لعانه و برادر مرا خداوند لعنت کننده و دوزننده و سخابا بالاسواق که آواز خدا بلند کنم و چیخ بزنم که خدا او رو بکش و رو بکش تو نه مرا نیافریده. من دین خدا پیش میبرم و میدان و کارش خود تا دو زدن و تیکدن این صفت مسلمانی که پیروی محمد صلی الله علیه وسلم است نیست. بنار خدا نگاه کنیم از این درست از هر کسی میبینیم یک آدم یک رقم دو نظر کسی. خب يقول عائشة بنت أبي بكر لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. إيه أمي قفك مغزي في عائشة ميقى ولا يجي بالسيئة كسك بدي كنا بدي ده من قبل شنو يكون لكن يعفو ويصفح إيه من بخشة وجرمي سوزة. ويقول تقول عائشة بنت أبي بكر أيضا ما ضرب رسول الله بيدي شيء قط كسر بدستش طوال نزله ولا ضرب خادما ولا امرأة نه زن زده و نه خادم زده قطعا. و تقول عائشة بنت ابي بكر ما رأيت رسولا منتصرا في مظلمة ظلمها قط هر چه ظلم شده و ده ظلم دست اندازی نه ما لم ينتهي محارم الله شيئا فذا ينتهي محارم الله قال من اشد بذلك. اگر کسی که حرمت الله را نکرد دین خدا را شکستانده در مقابل از او باز رحم نکرده و ما خیر بین امرین الا اختار ایسرهما ما لم یکن مات. و یقول برای خان رسول الله صلی الله علیه و سلم احسن الناس وجها و احسن خلقا ليس بالطويل باين. ما یقول دیگه چیزاش است استفادش از یک گپ دیگر ما می گفتم بسیار جالب بود مگر که وقت ما خلاص است و تلفن می وانم براتون شما تلفن کنید که وقت شما را ما تقریبا 5 دقیقه وقت شما رو 6 دقیقه گرفتیم بسیار ببخشید. شما تلفن کنید برادرها با ما هم دعا کنید این کتاب ها رو که روان دو ورق شما ای رو ای اکاسی کنید بگیرید پیش خودتان بخوانید هر وقت و در این شما بسیار چیزا رو یاد میگیرید تا بالی یعنی تا صفحه 95 90 از چی تا این قبر روان کردیم تو از که صفحه چند است؟ 30 30 و 30 30 و 29 30 29 30 ها هلو؟ و علیکم السلام بفرمان سب نه 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 وطن پرست نه 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 آه 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 بگم بله بله
बिल्कुल बिल्कुल मैं बच्चे बच्चे में नहीं कुंभर असलन फरस्तश इबादत करता नहीं कुंभर इबादत इबादत ही खुदावंद परस्तश खुदावंद است. ما وطن پرستش نمی کنیم، وطن مثلا دوست داریم، اما که جای موطن ما چی ماست؟ به شرطی که وطن اسلامی باشه، او را از بده اسلامش دوست داریم، پرستش خود نمی کنیم. پس او سنگ است و گل است و خل است، او را ما پرستش کنیم، بریم برش سجده کنیم؟ نه، این کفر است، این نارواست. باید که بگوییم که ما وطن خود دوست داریم، که محل تولد ماست، جای مثلا کی ماست، این درست، اما ای که پرستش که غلط، بالکل غلط است. بفرمایید سر. السلام علیکم. و علیکم السلام. راستای مسیح خیر رحمه. سلام مسیح چاوله. شکر دار الحمدلله و گریگا. صحت تریاد صحت. صحت خدا خود مرخم نده. تروس فورم خدا الله جان جلال صحت در کی زای تو خبر کومه تو اولا خو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. او آواز دې خپرېږي. بل چې دی د هغه څه موده مخکې د علیپور یو ډېره سخته خبره وکړه چې دغه نه یوازې د پښتنو بلکې د بشر ضد خبرې وې چې پښتون را بگیرین زنایشه بگیرین او را بکشین. ما همینجا از مردم شریف هزارا خواهش میکنم که جناب ازی آدم را بگیرم و در ملشای ازی شامل نشوه. این آدم این ملشا را در سوریه بسیار فجایع بزرگ را آورده و این فجایع بزرگ در افغانستان نمیتونه که این را بکنه، این را خطر جمع بشه. و دوم از دانش و محقق شدیدا خواهش میکنم که امین مسئله را تکبیح کنه. اگر تکبیح نکنه این معنی داره که خودشان در اینجا دست داره. ولی اگر مردم شهر یا زرا جلالشان نگیره و محقق و دانش معذرت نخواه سوله را مطر با خوبی با وجود نمیاید. ما بسیار تشویش داریم که این مسئله بسیار مهلک است و سوریه در افغانستان شده نمیتونه، فاطمیان در افغانستان کدام کاری کرده نمیتونه. مردم شریف بیگونه هزارای برادرای هزارای ما و شما میرنجا همی گپ ما را بردری زدم ایرا بر محقق بر دانش و به مردم شریف هزارا. اما کسی که افغان است ما به اساس افغانیت باید کار بکنیم، همین باید رسیده باشه. اگر کدام کسی سوال داره مستقیما بر شما تلفن کنه و گر زده میتونم امرایشان دیگه زیاد وقت تا نمیگیرم. بسیار تشکر. الله جل جلاله میسپارم به امید حق و عدالت یک صلح واقعی. و امروز بسیار گپای ارزنده به ارتباط صلح زدی. الله جل جلاله اجرش بتا دیگه وقت نمیگیرم با امان خدا. بسیار تشکر. خیر بینم. خدای دې خیر درکړي جناب برادر. گپی بسیار خوب زد. این گپی است که اگر کسی به نام مسلمان که نماز میخوانه یا شیعه است یا سنی است هر کسی که است، اگر این تفرقه را پرته او کافر میشه، او کافر میشه و نمازش هم قبول نمیشه، چی هم نمیشه، ناق جنگ میندازه بین پشتون و تاجک و دیگه. بعضی تاجک ها هست و بعضی ازبک ها هست که اینمی رقم هست. بعضی ازبک های دیگه بسیار خوب است که مسلمان هستن و
هم د مذهبش هم د چی با مردم پښتون یکی هستن. یعنی له پښتنو سره یو دین لري، یو مذهب لري، حنفی مذهب دا ازبک خلق. اما بعضی دي چې نه مذهب لري نه دین لري، هغه خلق دغه شی جوړوي. ولو مردم است که تو چیز جور میکنن که امی وطن گد ورد شوه، یعنی یک چیزی در مقابل پشتو پیدا کنن یک چیزی را، یا پشتون مثلا سهم میگیره در تو چیزا و مجبور است که باز در وقتی که اگر این عملی کنن حالی او رو پس مشاور مقرر کرد و محققه و چی کرد و هم یک وقت کم زد به طرفداری مقدم کلانی ایرانی رو در پالیش استاد بود، من خودم دیدم در همیجه. و این مردم هست دیگه، خداوند هدایت بده اصلا یک لیدرشپی کلان در رأس قدرت اگر باشه این کارا صورت نمیگیره. لیدری هست که اون در مردم همه میگه خیر و خیریت است، آرام آرامیش بیشی قرار و 14-18 قسم گوشت بخو بیشی خلاص دیگه. تو چی هست؟ ایچی حکومت بود که آورد جانکیری برای ما این مصیبت آورد. ما هیچ موافق به این نیستم. اینمی کسایی که این روز ما خواندم، اولش محمد گاندیس، اینمو یک کتاب دیگه ما نوشته کردم، در اون نوشته کرده که کسی که با زیر تاثیر یک کس براوه، این روز خوب امراش دوستی میکنه، سبا روز در گردنش پای خدا میمونه که بیا مرا ورد. حالا بفرمایید. و علیکم السلام. مهربانی و که او هستم خیلی رفتی پروفیسور صاحب مننه جزا کالا خیلی خیلی دادیش اخیدهی پروگرام دید که در سخت بکرو دیر تو مزده خیلی رفتی خیلی رفتی او دا چی در نبی علیه صلات و سلام نندی شد تاریخ بیان که چی برنات چاو توی رگی و یا تولستوی توی رگی یا دانور دغه پهوس کښې نو دغه زموږ مشران یا د خارج کښې چې دي په داخل کښې چې دي دا ولي د نبي علیه صلات وسلام په باره کښې یو معلومات نه وړاندې کوي، یو سر نه تر قربانې وي چې داسې وای پیغمبر چې معجزه پر نازل شوه، د قرآن کریم پر نازل شو. نو د هغه د جملې څخه ده چې په یوه دقیقه کښې دغه وایمه دغه په فارسي باندې وایمه چې مثلا ما میگیم که خارجی ها و تولستوی و کیسینجر و کی و کی در برای پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ حقیقت است که این آخرین پیغمبر است. ولی یک کسی هست، یک ملای هست از شعون اسلامی در تلویزیون خطاب سبب میاد و در پولیگران و تکی ساید ایمان کیوان من داره شراب هم میخوره در آلت رسالت هست. میگه ما امان کیوان پیغمبر هستم خو سر ما وحی نمیشود. این گپ اورو به پلیگرام متکی صاحب زد، باز ما تلیفون کردم به رسلوت گفتم متکی صاحب په څه ملامت یې څه ونقطه کوې؟ وایي ونه خوب ما فکر و د خطاب په دې کښې وویل او د امان کیوان دی څه غونده را بېغیرته دی، په دا تورنتو کښې یو مجاهد نه پیدا کېږي چې د نبي علیه السلام د پاره خو موږ ته خو نوره نه پاسپورټ لرو نه یو شی دا تیار کار دی. یاره مطلق کف کافر دی په دغه جمله باندې چې نه یم وایم وایي زه پیغمبر یم. نو دا څه معنا لري؟ او دا بل ورور ته په یوه جمله کښې وایمه چې د ساکنینو تشویش مه کوه، دلته دا د شاردلمیانو مملکت دی، دلته پروګرامونه بله خندې تاسې لږ یاست، د وطن څخه موږ ورته خوشحال یو. نو څنګه خوشحاله استئ چې دغه هغه دی هغه علیپور علیپور څه شی ده چې دوی ساتلی ده؟ خو بندي دی کې ودې نیسي، دا خو غلط شخص ده. علیپور څه کاره ده چې راځي او لشکر جوړوي او بېسود یې ونیو هغه یې دا خلق وژني هغه کوي؟ داسې خلق خو باید یو لحظه پرې نه دي، او هغه دغسې خبرې کښې وخت چې داسې انقلاب اچوي هغه خو د بل ځای نه هغه کېږي که نه. د هغه شاته ایران ده بل ده، نو دوی ولې داسې غلي؟ دا حکومت څه کوي؟ دا حکومت د چا د څه شي حکومت ده؟ ده دغه سړی خو باید زر ونیسي، بندي یې کښې خلاصې کړي. دا خو نفاق اچوي که نه، تفرق اچوي.
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم. فبغمر ده هاي سدد دول جملين أنا إيه نداي سكا داش خلق هذا وتي إجازة وركي شاغا عسكر پیدا کی او بیا غا پیدا کی قدرت پیدا کی خلق کی وزي خلق وزي بیالتا یا غسر دی اغا غورت جوڑی دا غورت دی او بلتا سی دسی او کاو دسی کاو اغا بیا داسی لاری جوڑی سی پختانا دسی دی اغا دسی دا خود اغا وازی پارت جوڑی فورا او دا خو باید اجازه ورنه که دا سنگ اغا حکومت تا با زر چلو نیسی دست شهر دا خو بل دستی دستی خرافه ای دا آغا دا نیم کلا زوندی سی دی دام وزدی پا هر صورت خدای پاک دی طولو تا خیر ورکی او آغا ورور سه خبری وکلی آغا دی پاکتیا دا دیر پو سڑای دا اما آغا رکتیای ویلی د سړی خو هېڅ هغه نشته یعنې مجال نشته دی هغسې دا د سړی پیدا شي او علنا اعلان وکړي او خدای چې زه په حکومت کې وای وخت مې دا سړی نیوسي ټول دا قوای امنیه مې هم پسې لېږسې دا ونیسي او دا جنجال ختم کړي دا رقم دا خو فکر داسې هغه دا کېږي علنا خلک اسلام نه پېژني په اسلام باندې نه پېږي اسلام سے دا وطن خراب ہوئی ہر صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رحم وکی خیر ویسے کنور سوک ہم سوال لری وہ دیکھی وقت لگستا برادرها یک چیزی دیگرم براتون میگم که شما سوال نکدین دیگه ما مجبور که یک چی دیگرم برای شما ما بیان کنم و او فرق بین لن ترانی نسبت به موسی علیه السلام و بین ما زاغ البصر و ما طغا برای محمد صلی الله علیه السلام است. این فرق چی است که موسی علیه السلام میگه خدایا تو به من خود نشان بده، ولی الله سبحانه و تعالی برش میگه که لن ترانی، تو هرگز مرا دیده نمیتونی. و برای محمد صلی الله علیه السلام میگه فرق ببینین، برای محمد صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ برای ازو میگه ولقد رآه نزو عند صدرت المنتهى عندها جنت اذا صدر ما یخشا اذا صدرت ما زاغ البصر و ما طغى. یعنی رو چشم محمد صلی الله علیه وسلم تمایل نمیکنه به دیگر طرف غیر به دیدن خداوند. ما زاغ البصر و ما طغى از او جایی که برش چی شده است از او تجاوز نمیگه، رایت تو دا لفت ای تو نمیبینه، بلکه راستن امو جایی را که خداوند برش میگه او را میبینه. چشمش چی نمیشه؟ ما زاغ البصر لقد را من آیات ربی الکبرا. در هموج هیچ پیغمبر بالا نشده که از سدرت المنتها او طرف دیگه هیچ کس رفته نمیتونه، دنیا نیست، کائنات نیست،
برای از او ایتور چی میکنه آدم شخصیت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم را یعنی یک قیاس میکنه. این قرآن کریم تو کتاب است، کتاب خداست، یعنی ما زاغ البصر و ما تقا. او را ایتو میگه، او را میگه که لن ترانی و تو مرا دیده نمیتانی. فانظر الی الجبل به کوه ببین، وقتی که در کوه میبینی که کوه دو پله میشه از نوری خداوند که سر از او میندازه، وقتی که کوه نمیتانی دیگه تو دیده میتانی. اما به محمد صلی الله علیه و آله اونطور میگه. پس مقام محمد بلندی همه انبیاست، از همین سبب بعد از وفاتش هم تا آخر وقت تا که دنیا هست محمد صلی الله علیه وسلم هست. فکر شما شد یعنی دیگه شما این فرق بدانین و این خوب شرح نشد. خوب به هر صورت وقت ما قریب است، خلاص شما بخیر، خلاص شده بخیر. شما را به خداوند کریم و رحیم بسپارم. اینه باز دیگه وقت باز خوبتر تفصیل میکنم، تفسیرش کم شد. خب شما را به خداوند کریم و رحیم بسپارم و ما هم دعا کنیم برادران، ما به شما دعا میکنیم. الله سبحانه و تعالی ما را شفا بده و شما را خیر و برکت ببینید برحمتک یا ارحم الراحمین. هر کسی که در وطن اختلاف هم اندازه، هر کسی که در وطن جنگ هم اندازه، هر کسی که چی میکنه، خداوند اونا را تا اولا توفیق بده از این کار خلاص شد، اگر نمیتون خداوند اونا را به جزای اعمالش برسانند که چی شد این وطن دیگه خراب نشود. خدا حافظ و ناصرتان برادران، شما را به خداوند سپاریدم. خدا